سلام بچه هم امیدوارم حالتون خوب باشه من برگشتم با کلی اطلاعات مفید در مورد سیستم مالیاتی آلمان حتما توی فضای مجازی دیدین که یه سری دارن میگن که آلمان مالیات خیلی زیادی میگیره نصف اوقت میره برای مالیات چیزی نمیمونه زندگی سخته فلان بهمانه امروز اومدم نشونتون بدم بدم که خیلی از این ویدیوها و چیزایی که توی فضای مجازی یا یوتیوب میبینید اشتباهه و تصوری که از آلمان و سیستم مالیاتی آلمان دارید اصلا یه جور دیگه هستش و و کلی اطلاعات با دیتیل بهتون میگم امروز و خیلی چیزایی که قبلا بهتون گفته نشده یا ناقص گفته شده یا به اشتباه گفته شده رو امروز قرار درستش رو با هم ببینیم و یاد بگیریم بریم توی لپتاپ توی سایت نشونتون بدم که اصلا ما چه جوری مالیات میتونیم حساب کنیم آن قبلن... قبل این... قبل اینکه نشونتون بدم چه جوری میتونید مالیات حساب کنید و چه مالیاتایی می... میتونی... پرداخت میکنیم اینو بگم بهتون که توی آلمان 6 کلاس مالیاتی هستش که شما قطعا بدن... اه... یکی از این کلاس ها قرار بشین کلاس یک برای سینگل ها هستش اگه مجرد هستین توی کلاس یک قرار میگیرین کلاس دو برای کلاس دو برای افرادی هستن که طلاق گرفتن ولی بچه دارن یعنی شما طلاق گرفتید بچه تو دارید بزرگ میکنید توی کلاس دو قرار میگیرین کلاس سه برای متحلین هستش شخصی که درآمد بالاتری داره توی کلاس سه قرار میگیره تو مالیات کمتری بده اون یکی شخص که کار نمیکنه یا اگه کار میکنه همسرتون درآمدش از شما کمتره توی کلاس 5 قرار میگیره کلاس هم برای متهلین هستش که درآمدشون نزدیک به همه یعنی اگه شما با همسرتون درآمد نزدیک به همین تقریبا داشته باشید هر دوتون میشید کلاس 4 یعنی خودتون دست خودتون میتونید انتخاب کنید هر دوتون بشید کلاس 4 و مالیات مشابه پرداخت کنید یا اگه درآمدتون بالا پایین یکیتون کلاس سنت خواب میکنید بشید که مالیات کمتری پرداخت میکنه یکی کلاس 5 میشه که مالیات خیلی بیشتری پرداخت میکنه و کلاس شیش هم برای فریلنسرها ها کسایی که چند تا کار دارن چند تا شغل و بیزنس همزمان دارن اداره میکنن کلاس شیش قرار میگیرن خب الان وقتی شد که بریم ببینیم که اگه تو یکی از این شیش تا گروه قرار بگیرید و نسبت به درآمدی که دارین سرات مالیات پرداخت میکنید خب حتی توی گوگل اگه سرچ کنید تکس کالکیولیتر جرمنی یه سایتی میاد بقاتون نت و وشنه اینو میزنید وارد سایت میشید میاید اینجا این کلکولیتری این که داره مثلا شما بعد اینکه دوران دانشجویتون تموم شد میخوام وارد بازار کارشین شین اگه مدرک ارشد حالا یا لیسانس دارید اگه کار متخصص یعنی کار تخصصی پیدا کنید متخصص باشین یه در مورد نسبتا خوب میگیرین ما فرض میگیریم کار شما خیلی خوبه یه زنم تجربه کاری دارین 42000 یورو سالیانه قرارداد میبندین به صورت بوقوت یا ناخالص اگه درآمد سالیانه تون 42000 یورو باشه برای حالا امسال حساب میکنیم ما کلاس یک رو انتخاب میکنیم حالا من مجردم شما میتونید کلاساتون رو همونطور که توضیح دادم که تو کدوم کلاس قرار میگیرین از این اینجا انتخاب کنید مالیات کلیسا اگر از کلیسا میخواین استفاده کنین باید بزنید یس yes. اگر نه میزنید no. حالا من مسیحی نیستم میزنم نه ایالتی که توش قرار بیاین و کار کنین ما ایالت نورد راین وستفالن هستم و همین ایالت میزنم سنم 26 میزنم میگه بچه داری؟ میگم نه خب اون زردم میشه صفر چون بچه نداریم اصلا و میگه بیمه درمانی چیه؟ اینجا بیمه درمانی من بیمه درمانیم دولتیه اگه خصوصی دارین اینو میزنین حالا یه شرایط خاص داره که این یکی بیمه هم برای اوناست مال ما اونایی که شما بیاین قطعا یا اولی هستش یا دومی مال من دولتیه اینو میزنم این اتس آی اد آنو توی قسمتش اینجا توضیحاتش نگاه کنید ببینید بیمهتون دقیقا کدومه و همون انتخاب کنید مال من تکنیک کانکون کسی هستش که 8 درصد انتخاب میکنم بیمه بازنشستگی همون این همون بیمه دولتیه و دومی هم همین یعنی ستا گزینه باید یه این هم باشد بعد میگه موسا... محاسبه بکن وقتی محاسبه میکنه میگه که آقا وقتی 42 یورو داری سالی در میاری 3500 یورو قبل دست رو بگیر این درآمد ناخالص یعنی قبل کسر مالیات بیر مالیات رو ازش کم کنید قسمت اول مالیات حقوق شما هستش خب و بین مالیات ها هزینه همبستگی نمیدونم ملی چیه و اینو صفر زده حالا ما نمیدیم پرداخت نمی کنیم هزینه مالیات کلیسا صفر مالیات حقوق شما 460 یورو یا ما... ماهیانه یا 5523 یورو سالیانه یعنی ببینید شما 32000 تا در آوردین اگه به گفته خیلی ها باشه که نصفش رو دولت میگیره باید الان به ازای 5500 یورو شما 20000 رو 21000 یورو باید مالیات برای دولت پرداخت میکردین پس همچین چیزی نیستش شما کلا 5500 یورو مالیات به دولت پرداخت میکنید اما علاوه بر مالیات یه سری بیمه های دیگه هم هستش که شما از حقوقتون کم میشه یکیش بیمه بازنشستگی هستش که ماهی 325 یورو کم میشه که میشه سالیانش 3900 یورو بدونم بیمه بیکاری پرداخت میکنید ماهی 35 یورو که میشه سال 500 تا بدودن بیمه همون بیمه سلامت پرداخت میکنید که یه چیزی توی مایه تامین تمنی ولی خیلی پوششش خوب اما تیک هایی که گفتم من بیمه هم تیک های همینه که ماهی 269 و نیو یورو پرداخت میکنید البته الان من دانشجو هم ماهی 120 دو یورو پرداخت میکنم ولی اگه برم سر کار تمام وقت اینقدر پرداخت میکنم این میشه سال 3, و که میشه سالی 3200 و بدونم که ریشورنس دارین که حالا یه سر بیمه ها رو پوشش میده بیمه مراقبت هستش که از کار افتادگی و اینا ای که میشه ماهی 80 دا و در کل میشه ماهی 721 رو یعنی از مالیاتی که پرداخت میکنید بیشتر بیمه ها میشه ماهیانه و از 3500 تا که قرار بود دستتون رو بگیره 2300 تا دستتون رو میگیره یعنی سالی 27000 تا از اون 40000 تا میمونه و خب طبیعتا میتونید کلاس های مختلف رو انتخاب کنید مثلا اگه من متحل بودم همینقدر در می الان میرفتم سر کار و مثلا میگیم یه دونه بچه دارم حالا ببینیم مگه متحل باشم یه دونه بچه داشته باشم به چه صورته ببینید مالیات از 460 یورو حالا بیمه ها هم یه ذره کم شده و ماهی 2600 تا به جای 2300 تا دستمو میگیره البته دولت به بچه ها هم پول میده ماهی حدودا نمیدونم 200 300 یورو هم به جای هر بچه کوچیک پول میدن یاری حالا جزئیاتشو نمیدونم رفتی به مالیات نداره اما بریم ببینیم چی چرا به این صورت وقتی میگن 35 درصد دولت داره مالیات میگیره بس چرا انقدر کم نشد حالا بیمه رو بذاریم کنار خود مالیات چرا انقدر کم کم شده علتشو الان میگم شما این زدل رو نگاه کنین میگه که آقا وقتی شما یه درآمد مثلا به عنوان فرض 50000 یورو دارید درآمد دارید میگه تا 10347 یورو مالیات تعلق نمیگیره از این 50000 تا 10300 تا شو دولت برمی داره همینجوری به شما میده بدون اینکه ازش مالیات و بیمه ای کم بشه بعدش میگه که بین 10900 تا 16000 تا 14 درصد بیمه کم میکنه که همون کلکولیتره بر اساس این فرمولی که دارن اینو محاسبه میکنه یعنی حالا یعنی در بازه درآمدیتون از 11 تا 16 هزار تا فقط 14 تا 24 درصد مالیات برمیدارن مالیات بهش میخوره یعنی یه 6 هزار تا دیگه دولت برمیداره از این 5 هزار تا 14 درصدش رو برمیداره برای خودش برایش میده به شما بعدش میره میگه که از 16 هزار تا تا 62 هزار تا بین 24 تا 32 درصد بیمه مالیات بهش تعلق میگیره بقیه پولتون که تا هزار تا بین این باز هستش بقیه پولتون هم ورم داره یه چیزی بین 24 تا 32 درصد بس این که چقدر درآمدتون کم میکنه و بقیه‌شو میده به شما برای همینی که میگم مثلا یکی 200000 یورو سالی داره در میاره دولت نمیاد برای این 200000 یورو برای همش 35 درصد مالیات بگیره خب باز با... تیکه تیکه میکنه این پول برای هر تیکیش یه مالیات جدا در نظر میگیره و مالیات 32 درصد بین 62 تا 280 هزار یورو میگیره و اگر از 280 هزار یورو به بالاتر درآمد داشته باشین به اون درآمد بالاتر درآمد مازاد 35 درصد مالیات تعلق میگیره. آوه یه نکته دیگه بعضیا میگن که اگه توی درآمد مسالیانه ما 62 هزار مثلا میگم 500 هستش یعنی انقدر 62500 اگه رئیسمون میخواد به ما ارتقا حقوق بده تو و درجه بده و حقوقمون بشه 65000 یورو و ما به جای 24 تا 42 درصد قرار خود چه همش میاد درصد مالیات بگیر از ما و این تصور اشتباهه و خیلی میگن که خب پس ما نذاریم اصلا شخ بده بازم و توی همین بازه بمونیم و همون 24 درصد مثلا کم میشه خب یه تصور اشتباه همین که توضیح دادم توی این و فقط به اون درآمد موازات بالای 62800 تا 32 درصد مالیات بهش تعلق میگیره به خاطر این زد برستش اما بریم یه سری چیزای دیگه هم بگیم که چه مالیات هایی کم میشه از این مالیات که دولت از شما میگیره دقیقا چه مالیاتیه کجا صرف میشه همینطور که تو اینجا خب انواع مالیات توی آلمان حالا میتونید از بیتی هم استفاده کنید خیلی قشنگ توضیح میده چه مالیات هستش کجا خرج میشه هر سال بپرسید میگه مثلا اگه انگلیسی بپرسید از جواب بهتری بهتون میده اولی مالیات مالیات بعد درآمده که توضیح دادم که چجوری گرفته میشه توی کلاس مختلف هستین هم از این اضافه هم بستگی که گفتم به ما تعلق نمیگیره و صفر بود اگه توی کلکولیتر دیده باشین مالیات بر ارزش افزوده که توی 19 درصد توی مواد غذایی و چیزایی که بیرون خرید میکنه دباست هر چیزی که وارد به آلمان میشه 19 یا 7 درصد 7 درصد برای اقلام اصلی هستش مثلا شیر 7 درصد نون 7 درصد بقیه چیزها 19 درصد بعد مالیات شرکت ها اگه شرکت ثبت کنید حالا یه مالیاتی میگیره که حالا هزینه هم هم پرداخت میکنه برای این حالا هزینه محلی هم هستش بستگی به اینکه کدوم استان باشین کدوم شهر باشین شهرداری یعنی مکانش هم تاثیر داره توی این مالیات و کم و زیاد میشه البته خیلی جزئی در حد یه درصد میتونه بالا پایین بشه استانی که هستی بعد مالیات بر آیده سرمایه یعنی اگه سرمایه داشته باشه شما بهش مالیات تعلق میگه تو ایران هم هستش حالا فرار مالیاتی هم میشه تو ایران ولی اینجا خب از ازتون و در معمولا حالا سر بستگی داره که سرمایه چقدر باشه معمولا 25 درصد مالیات تعلق میگیره به سرمایه تو یه یعنی یک چهارم ارث اگه بهتون برسه از پدرتون مادرتون فامیلتون بهش مالیات تعلق میگیره دولت میگه بیا سهم ما بعد بعد دوباره کاری میخوای بقیه با بقیهش بکن اه. مالیات در نقل انتقال املاک اگه میخوایم ملکی بفروشیم بخریم سونیم، تا شیشونیم درصد مالیات بهش تعلق میگیره که توی استانهای مختلف متفاوته حالا یه سری هزینه های دیگه هم هستش مالیات دیگه دیگه که میتونن گرفته بشه مثل هزینه اضافی همبستگی مالیات محلی و غیره که میتونید برید اینا رو که میتونید اینا هم توی وبسایت خودتون سرچ کنید اگه میخواید خیلی توی جزئیاتش برین و با جزئیات یاد بگیرید امیدوارم همه چی رو گفته باشم یه سری مالیات دیگه هم هستن که زیاد مهم نبودم بهتون بگم و این مالیات ها مشخص کجا دقیقا خرج میشه میتونی سرچ کنید که آقا این مالیات من کجا داره خرج میشه دقیقا مثلا برای پ تای با مالیات دارم میگن اگه سگ داشته باشین گربه داشته باشین البته گربه فکر مالیات نداره ولی سگ داره و خب این مالیاتی که برای سگ میگیرن برای سگا پارک درست میکنن توی فضای عمومی توی ز... پارک ها براشون یه کیسه ها میذارن که رایگان میتونی برداری و پی پی سگتون رو مثلا برداری در روی زمین و قشنگ از خیلی مدیریت شده و خیلی خوبه و میگم توی آلمان مالیات نه اینکه خیلی کم باشه زیاد است ولی در اون حدی که نیست که اف افراک شده توی فضای مجازی اگه کار کنی به اندازه کافی میتونی پول در زندگی راحت داشته باشید پول دار شدن اینجا خیلی سخته ایران مطمئن باشید پول شدن اگه راهشو بلد باشید ایران خیلی آسان‌تره ولی میگم خیلی هم موزه اینجا شرایطش خوبه مالیات همتی به راهه و افزای شوق داشتن نسبت به تورمی که داشتیم و به هر برای گوش دارید اگه تصمیم به مهاجرت دارین حتما محاضرت کنین تجربه کنین خودتون تصمیم بگیرین نگران و زیاد به این ویدیو های منفی که در مورد آلمان گذاشته میشه دقت نکنید من خودم هر از گاهی یه ویدیوایی میذارم ولی واقعیت ها رو باید گفت دیگه مثلا یه سری چیزا بعد اونا رو میگم امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه براتون مفید بوده باشه دوستتون دارم بعدا میبینم خدافظ